من خیلی خوشحال هستم که این کتاب در ایران چاپ شد. گوته جمله معروفی دارد که میگوید انسان باید هر روز بکوشد یک آواز کوچک بشنود، یک شعر خوب بخواند، تصویر زیبایی ببیند و اگر امکان داشت چند واژه خردمندانه بر زبان آورد. در سکوت‌های پرنغمه و زیبایی‌های شعرگونه و تأمل برانگیز گلستان نقاشی‌های فرشچیان میتوان روزها و ماه‌ها به توصیه آن شاعر پرآوازه آلمانی عمل کرد و استاد با بیتی از حافظ آغاز می کند که اساره تجربه های هنری یک عمر وی را به لطافت بیان می کند. و تألیف استاد فرشچیان بنده ناقابل قطعا نمی توانم صحبت کنم. نکوست. بزرگتری و پیشکسوتی و شیخ الطایفه‌ای در جمع ما هستند که سخنرانی اول مجلس رو اختصاص دادیم و خواهش کردیم که در خدمت ایشان باشیم. یکی از چهره‌های تابناک فرهنگی در روزگار ما، صاحب بیش از 50 مجلد کتاب در ادب و تاریخ، شاعر و محقق تراز اول سرزمین ما که عشق و علاقه به استاد فرشچیان ایشان رو به جلسات پیش از این مجلس کشانده و امروز هم در خدمتشون هستیم، استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی. فرهنگ، هنر، اصل اصلی من از بیان این حادثه در این مجلس با شکوه که بسیاری از بزرگان اهل هنر جمع آمدند، من استادان خودم خیلیشون در اینجا میبینم، همه رو نمیتونم اسم. این کتاب حدود 3 سال مراحل از اون مسائل مراحل اولی اسلاید و اسکن و لیات و صفحه بندی چاپ صحافی به طول انجامید که واقعا همگی دوستان با عشق و با علاقه سعی کردن که کار خوبی رو ارائه بکنن و مردم ایران راضی باشن. محمود فرشچیان در بهمن ماه 1308 در اصفهان به دنیا آمد و در حوالی مسجد شاه و عالی قاپو و دیگر شاهکارهای معماری ایران بزرگ شد. آشنایی او با این بناهای تاریخی تدریجاً و ناخودآگاه ذهن او را به درک تناسب ابعاد، شکل‌ها و رنگ‌ها توانا ساخت. در 7 سالگی آشکار شد که او زندگیش را وقف هنر نقاشی خواهد کرد. خوشبختانه پدرش که در کار تولید و تجارت فرش، بازرگانی سرشناس بود، شیفتگی فرزند را به طراحی و نقاشی دریافت و به تشویق او پرداخت و برای فرا گرفتن نقاشی به کارگاه دوست خود حاجی میرزا آقا امامی هدایت نمود. در آنجا فرشچیان آموخت تا با توجه به طرح‌ها و نقش‌های استادان دوره تیموری و صفوی قریحه خود را بیازماید. دیری نگذشت تا از این نوجوان پیشرس دعوت به عمل آمد تا کارگاه او را در انجام سفارشاتی که می رسید یاری دهد. محمود شروع کرد. طراحی‌های او هنرمندانه بود. استاد با نگاه‌های تحسین‌آمیز هنرمندی او را در سال 1324 محمود فرشچیان از این کارگاه به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان رفت. در آنجا به مطالعه نقاشی و مینیاتور و طرح‌های ملهم از کاشی‌کاری‌های ابنیه تاریخی اصفهان پرداخت
و به رموز رنگ‌ها و ابزار نقاشی آشنا شد. در سرامیک سازی به چنان درجه‌ای از مهارت رسید که در سال 1328 عیسی بهادری یکی از گلدان‌های ساخت او را به آرتور پوپ، هنرشناس مشهور، اهدا کرد. اشتیاق به ادامه آموختن و آشنایی هرچه بیشتر با دنیای هنر، فرشچیان را نخست به اروپا و سپس به آمریکا کشانید و او با حفظ هویت ایرانی و با صرف وقت مدام در موزه ها و کتابخانه های جهان شیوه کار خود را غنا بخشید. ممکن چه افتخاری از من شده و این خاطره بسیار عجیب غریب برای من بود. این کتابو سنگینم بود، به خودم چسبوندم تا بردم تهران. من فکر میکنم که چیزی من ندارم بگم، ولی من نمیدونم که بالاخره آیا کجا می بایستی مجسمه بزرگ استاد فرشچیان بذارم. نمیدونم. چوپان که برمیخوره اون چوپان به خدا نزدیکتره. در این شاهکارها برگردم به اون چه قبلا عرض کردم راجع به این، اون چه من دیدم در این مجموعه عظیم جلد پنجم آثار استاد فرشچیان، اون چیزی که هست تصویر مادی رنگ نیست. بله مواد مصرف شده، بوم به جوری که از موسیقی لذت میبری ممکنه موسیقی نخونده باشه. هر لحظه بوتی سازم وانگه همه بوتارا در پیش دوبار